رقابت آوازخانی موسوم به یوروویژن یا به زبان فرانسوی یوروویزیون که امسال در شهر تلاوی به اسرائیل برگزار می شود جنبه سیاسی هم پیدا کرده است. گزارش همکارمان رامش راسه خاوی جزیات بیشتری است. رقابت آوازخانی یوروویزیون رقابتی بین و با حضور چهلوی کشور امسال کانون اعتراض فلسطینیان شده است. امروز شنبه حامیان و منتقدان رویداد در پلاژهای نزدیک تلاویو اجتماع کردند پاره پیرنهایی بر داشتند که روی آنها نوشته شده بود یوروویزیون من بازیچه تو نیستم که اشاره بود به آهنگی به همین نام که نتا بارزیلای خواننده اسرائیلی در رقابت سال گذشته اجرا کرد او فاتح رقابت شد در این حال یکی از سکنه تلاویو چنشتایر سی ساله از برپای رقابت در اسرائیل ابراز شادمانی کرد. I think it's very for us. من فکر می کنم برای ما بسیار مهم است به خاطر اینکه مردم اینجا می آیند و ما را از زاویهی متفاوت می بینند. ما را به عنوان کشوری می بینند که زندگی شبانه دارد و مردمی که به گرمی از آنان استقبال می کنند و کشوری که غذاهای خوب و انرژی خوب دارد. مقامات اسرائیلی میگویند فراخان تحریم رقابت یوروویزیون تبعیض آمیز و اقدامی در جهت یهودی ستیزی است. در فینال رقابت 26 کشور حضور خواهند یافت تا سرانجام یک خواننده یا گروه فاتح جام میکروفون شیشه سال 2019 بشود. رامش راسخ صدای آمریکا واشنگتن